یه صندلی لطفا بیارید عزیزانی که با من، یعنی با لایو ما ورزش کردم، میدونن که من تمرینات هم یه کوچولو با صندلیه، بر همین همیشه دم دستتون لطفا داشته باشید. خب من الان از آجر یوگا استفاده میکنم، ولی شما هر وسیله ای، حتی یه کتاب، فقط خیلی سنگین نباشه لطفا. ببینید تمرینایی که امروز داریم انجام میدیم فقط برای کسایی نیستش که مشکل گردن دارن، یعنی اینو بدونید، حتی اگه شما بین شما عزیزانی هستن که ورزشکار هستنم حتی یا حتی آسیب گردن ندارن، برای تقویت و برای منعطف تر کردن، ببینید شما حتی اینجا این قسمت جلوی گلو هم احتیاج به انعطاف داره، یعنی کسایی که میایین خیلی از ما مثلا در مورد تمرینایی که مثلا مثل البو استن یا حرکتایی مثل عقرب توی یوگا، اینا همه احتیاج به انعطاف اینجا داره. پس حرکتای امروز فقط شامل کسایی که درد توی ناحیه گردن دارن نمیشه، حتی برای تقویت گردن تو هم بعدی حرکات رو انجام بدین. روی صندلی بشینید لطفاً. این وسیله رو که تقریبا هم سبک باشه، زیر نیم کیلو باشه، میخوایم بالای قفسه سینه‌تون قرار بدیم. خب حالا فکر کنید که این یه جسمیه که میخواد به شما فشار بیاره، ولی من نمیخوام این فشار از دست باشه، چون پوزیشن بدن من میریزه به هم، به خاطر همین من از یه وسیله دارم کمک میگیرم. دستمو گذاشتم انتهاش، دست من داره نیرو وارد میکنه، این جسم داره به من نیرو وارد میکنه. من شونه هامو گرد میکنم، میام به سمت جلو، خودمو هل میدم، دوباره این به من نیرو وارد میکنه، من پشتمو گرد میکنم، کامل عضله های گردن من میره توی کشش، میام به سمت جلو، شکمم میره به سمت داخل، دوباره به سمت جلو، اینجا دمه، اینجا بازدم، دم بازدم بازدم. سعی کنید وقتی که اینجا میاین شونه هاتون دوباره به سمت داخل نباشه، شونه ها لطفا صافش کنید. پس اینجا که میرم شانه هم قشنگ جمع میشه داخل هم، عضلات گردن حتما کشیده میشه. اینجا که میام جلو سرم صاف میشه، این فاصله بین چانه تا قفسه سینم تا این استخوان ترقوان زیاد میشه، چانه ها میره عقب، دوباره میخوام بیام عقب، چانه من به این وسیله که نگه داشتم نزدیکتر میشه. فکر میکنم شاید 10 تا شده، ولی ما باید 20 تا اینو انجام بدیم. ببینید من یه دونه از جلو بزنم، به خاطر اینکه میخوام که به هیچ عنوان شما خطا نداشته باشین، دستاتون اینجوری باز نباشه، من دستامو قشنگ چسبوندم به بدنم حتی وقتی که میام جلو، یعنی من دستم اینجوری نیستش اصلا که بخواد این تکون بخوره، نه، دستو ثابت نگهش داشتم. به شما نذارید آرنجاتون از کنار بدنتون تکون بخوره، حتما وقتی تمر میکشیم به سمت پشت، پشت گردن باید کشش داشته باشین. خوبه، فکر میکنم 20 تا دیگه باید شده باشه. دوباره روی همون صندلی بشین، یه چند لحظه میخواین خم کنین تنه رو به سمت پایین، چون شاید پشت کتفاتون توی انقباض رفته باشه، پاهاتون رو روی پنجه چند لحظه خودتون رو بغل بکنید، پاها رو بیاین روی پنجه، سر رو کامل بکشین به سمت داخل، پشتتون کاملا. دوستان شاید کسایی که جدید اضافه شدین، من و شادی چون موبایلمون از هم دور هستش و مثل شما خیلی تلفنمون نزدیک صورتمون نیست، شاید یه موقع حرکاتمون با هم دیگه فرق کنه چون از دوره و ما نمیبینیم، به خاطر همین شما همون کسی که داره میگه رو دنبال کنید، چون شاید یه موقع من اینو میگم، چون شاید یه موقعی نه من شادی رو میبینم نه شادی منو میبینه، چون خیلی موبایلمون دوره. ببینید در این حالت نگه داشتیم، سر رو کامل جمع کردم، پشت رو گرد کردم به خاطر اینکه پشتم، عضلات پشتم کشیده بشه و یه استراحت بشه برای
گردن. خب دوباره توی همون وضعیت نشسته بیان قرار بگیرین، پاهاتون توی زاویه خوب باشه، کشکک رو خیلی به سمت داخل نکشین، انگشته پاتون رو ببینید از همینجا، بین زانوها رو باز نذارین، دستا رو باز کنید، کف انگشتا رو، کف دستا رو بکشین به سمت صورت. ببینید دستا میخواد خلاف هم کار کنه، یعنی این بیاد پایین اون بمونه بالا. من میگم تو کار شاید دستام جانته تو کار، بعد همزمان با اون این بیاد پایین اون بره بالا، یعنی یه همچین فشاری ما میخوایم داشته باشیم، میاد پایین اون میره بالا. از نیمروخشو براتون انجام بدم که ببینید پشتمو من به هیچ عنوان گرد نمی کنم. این میاد پایین اون رفته بالا، این میاد پایین اون میره بالا. کشش رو شما توی دستاتون دارید، ولی دقیقا هر چقدر که شما این کمربند شانه ای رو، عضلات دستتون رو، حتی عضلات شکم، عضلات کمری، هر چقدر که اینا رو تقویت کنید به نگه داشتن گردنتون بیشتر کمک میکنین، چون دوتا عضله نگه دارنده گردن همونجوری که شادی جون گفتن خیلی عضله حساس و باریکی هستن و با کوچکترین فشاری حتی یه سر برگردوندن ساده شما میتونید ببرینش توی اسپاس. به خاطر همین قوی تر کردن ماهیچه های گردن برای همه آدما، هر قشری که هستین، هر نوع سبکی که ورزش میکنید خیلی مفیده. میگم پس فقط فکر نکنین که کسایی که آسیب گردن دارن، این دست میومد پایین میرفت بالا اون یکی. این یه حرکت خیلی خوبم هست برای حتی ذهنتون، بهتره که جلویه. من الان دارم مثلا خودمو میبینم، فکر میکنم که خیلی بهتر داره مغزم رو درگیر میکنه، برای همین اگه جلوی آینه انجام بدین میبینید که چه تمرین خوبیه برای نیمکره چپ و راست مغزتون. خب فکر میکنم شاید جو شده بیستا. خب دیگه فعلا با صندلی فعلا کار نداریم، میخوایم بیایم دراز بکشیم. خب شانه ها رو بزنیم روی زمین، کف دستا رو بچسبونیم به هم، تنه کاملا روی زمین دراز کشیده. حالا مثل حالت شوکه به بدن میدن، ولی ببینید قبل از این که بریم تو حرکت ازتون میخوام که گردنتون و عضلاتش رو کاملا ببرید تو انقباض، یعنی اینجوری شل فقط پرتاب نکنید خودتون رو به سمت بالا. فکر کنید که این دوتا دستتون که تو راستای قفسه سینه گرفتیم به سمت بالا به یه جایی وصله، اون داره شما رو میکشه بالا و بعد میایم پایین. فکر میکنم پاشنه های پامو باید داشته باشیم. میبینین پاشنه ها به هیچ عنوان حرکت نمیکنه، کاملا یه فشار خوبی و تا وسط های کمر، یعنی دقیقا تا جایی که آخرین مهره قسمت توراسیک هستش، دقیقا تا اونجا داره کشیده میشه، تا آخرین مهرش، تا آخرین مهره قسمت توراسیک، نه تا پایین انتهای ستون فقرات. میبینید یه کشش خیلی خوب داری. فقط ببینید اونی که بهتون گفتم غلطه اینه که هم آرنج خم میشه هم شوکوار تنه بلند میشه. ما میخوایم فکر کنیم که سر و دست به یه بند فرضی بسته شده و اون داره ما رو میکشه بالا. حتی اگه پشت زانو هم یه کوچولو بلند شه هیچ اشکالی نداره، ولی هر چقدر شما بتونید از قفسه سینه به پایین و توی انقباض، انقباض که میگم نه اینکه فشار زیاد، یعنی عضله هاتون رو صف نگه دارین که حتی ساق پا، عضله ساق پاتون رو از روی زمین بلند نشه بهتره. یه نکته فقط بهتون بگم برای کسایی که انحراف لگن دارن توی این حرکت، شاید الان اگه بهش توجه کنن میبینن که این حرکت رو انجام میدادن، زمانی که تنشون رو میبردن بالا پاهاشون به سمت بیرون باز میشده. نذارید این اتفاق بیفته. همیشه گفتم هر جایی رو دارید اصلاح میکنید حواستون به بقیه نقاط بدنتون هم باشه. اگه پاتون میچرخید به سمت بیرون نذارید این اتفاق بیفته. من معمولا این نکته ها رو وسط حرکت میگم به خاطر اینکه شما دو تا اشتباه اونو انجام بدین که بعد تفاوت رو حس بکنید، چون قطعا میدونم و دیدم کسایی که میرن بالا ولی ببینن پا چرخی. پس هر
قسمت از بدن رو لطفاً سر جای خودش نگه داریم. یه فشار خیلی عالی دارین توی شکم، یعنی بدونید اینو، همیشه وقتی عضلات شکم درگیره انقباض عضله گردن ما حتما خواهیم داشت. قطعا توی این تعداد شکمتون هم دیگه درگیر شده. نذارید آرنجاتون اصلا خم شه. دست رو به روی صورت نیست، دست از صورت یه مقدار پایین تر. بیستا که شد دستا تو راستای ستون فقرات باز، سر رو بچرخونیم به سمت چپ، نگه داریم، میخوایم انقباض گردن از بین بره، پاهاتون نچرخه به سمت بیرون، سر به سمت راست نگه داریم، انقباض حرکت از بین بره، نفس رو آزاد کنید و برگرد. خب من حرکت رو هم از روبرو براتون انجام میدم هم از نیم رخ. ببینید میتونید ساعدتون رو بذارین روی زمین، میتونه کف دست روی زمین باشه، میتونه آرنج روی زمین باشه، توی هر سه حالتش میتونید انجام بدین، بسته به تایپ بدنتون. اگه دردتون درد میکنه، اگه شاید تنیس الوا هستین، خب این کار نکنید. اگه مچ دستتون درد میکنه، تنگه کانال دارین، این کار نکنید. سیفترین حالتش اینه، ولی باز این انتخابش دست شماست، چون از اینجا به بعد حرکت یک هدفش یکیه، مسیراش با هم دیگه فرق میکنه. حالا من هر سه حالتش رو براتون انجام میدم. زانوام کاملا توی راستای باسنمه، یعنی باسنم اینجا نیست زانوامو الکی بکشم به سمت عقب، نه، زانوام کاملا توی راستای باسنم هستش. دستامو گذاشتم جلو، آرنجام به هم نزدیک نیست، یه فاصله 20 سانتی بین آرنجام و بین شست دستم هست. دستامو میذارم پشت سرم، پشت کامل پشت سر، آرنج این دست رو فقط میذارم روی زمین بدون وزن، نه که وزن بندازم روش. بعد خیلی آروم بدون اینکه این زانوه بخواد بلند شه، انگشتای پا بخواد بیاد روی هم، اینو میکشم تا جایی که میتونم به سمت بالا. میبینید چه فشار خوبی توی کشش خوبی توی قسمت دنده ها دارین، چه فشار خوبی توی سرشونه دارین، چقدر از این دلتویی داره کار میکنه، چقدر روی ماهیچه‌های گردنتون فشار دارین. اون شد حرکت برای کسایی که دارن روی فقط بدونید که ببینید مکس خیلی مهمه، یعنی میشه اینجوری میشه حرکت یک برمیگرده. خواستم فقط مکسشو بگم، فکر کنم تعداد شما بیشتر از من باشه. خب حالا کسی که میخواد توی این وضعیت حرکتو بزنه، زانو که حتما تو راستای باسنه، پشتتون هم گرد نیست، پشت صافه، دستشو میذاره اینجا، از اینجا برمیگرده، یه کوچولو شاید فشارش رو مچ دست بیشتر باشه، ولی انقباض از سرشانه و دلتویدش کاملا یکی هستش. یکی میخواد رو آرنج انجام بده، دستش قویه، میخواد روی آرنج انجام بده، همین الان این دست رو برداره، ساعدش رفته، ساعد و بازوش رفته توی انقباض، برای کسایی که قوی هستن همین الان تک دست رو بذارن زمین، میبینن که چقدر ساعد رفته توی انقباض. باز حرکت از اینجا شروع میشه، فقط کسی که داره این کار میکنه دستش رو مشت نکنه، پنج تا انگشت باز به سمت روبرو، دستش هم نیاد داخل، چون اینجا اصلاح رو میریزه به هم. هر جا آرنج هست تو راستای همون هم دسته، دست رو گذاشته پشت سرش، تمرکزش سخت‌تره تو این حرکت. چرا؟ چون باید هم به اون چرخشه فکر کنه، هم به این که دستش نچرخه، دو تا اصلاحو داره، و بعد میکشه بالا. قشنگ تمرکز روی دست پایینشه، میچرخه به سمت بالا، دستش نمیاد اینجا، حرکت سخت‌تر میشه. شادیتون چند تا شد؟ 12. آها 12. خب بریم دوباره حرکت رو با همین راهش. چی شدی؟ مکس خیلی مهمه، خیلی مکس مهمه. مکس همیشه توی یه سری از حرکت ها، تو بیشتر حرکت، تو بالای 80% از حرکت ها، هم
استقامت بدنتون رو زیاد میکنه، که بدونید استقامت خیلی مهمتر از زور کاذب، قدرت کاذب داشتنه. چون کسایی که قدرت کاذب دارن فقط کافیه 3 ماه ورزششون رو بذارن کنار، میبینن که کاملا بدن اون هر چی که بوده کاملا از بین میره. ولی استقامت اگه داشته باشین، طول ماهی چه اگه داشته باشین، هیچ موقع حتی اگه 6 ماه هم بین ورزشتون استاپ بشه، نتونید ورزش کنید حالا به هر علتی، بعد که شروع کنید میبینید دوباره سر 2 هفته بعدن برمیگرده به همون وضعیتی که قبلا بوده. پس بدونید این مکسه هم بهتون استقامت میده، هم بهتون انعطاف میده، یعنی طول عضله، طول عضلاتونو بیشتر میکنه. دو تا نکته خیلی مهم، نفس رو آزاد کنیم، به خاطر اینکه این انقباض پهلو رو از بین ببریم یه چند لحظه باستان رو بکشین روی پاشنه ها، دستا رو جلو نگه داریم، شاید هنوزم کشش داشته باشین توی قسمت عضله پشت، توی قسمت زوزنقه، خیلی عالیه، نگه داریم. سرتون رو خم نکنیم به سمت پایین، سر به سمت جلو، ماهیچه های گردن توی عضله های گردن توی وضعیت خوب، خیلی آروم سمت رو عوض کنیم لطفا. دوباره زانو رو همونجوری که گفتم بهتون زیر باسن باشه، عقب تر نره، جلو تر نیاد، روی ساعد دستم رو گذاشتم پشت سر، بدون اینکه زانوام به چرخه دستم رو بلند میکنم. ببینید الان میبینید زانون بلند شد، نه بعد بذارید این اتفاق بیفته. ببینید شاید بعضی اینجوری بزند، اصلا یه فشار خیلی بدی روی کشککه، حتی برای کسایی که مشکل زانو ندارن این حرکت میتونه بهشون آسیب بزنه. پس دست دو تا جایی بلند کنید که به هیچ عنوان زانوتون بلند نشه. اگه تو این حرکت کسی بود که بازم آرنجش درد گرفت، یه کوسن اگه بذاره زیر آرنج، دیگه این فشار برداشته میشه از روی آرنجش. با دست صاف حرکتم نشون بدم باز دوباره. من کسایی که با دست صاف میزنن حس میکنن که قطعا این فشار رو خواهند داشت اگه خیلی خوب دستشون به چرخه به سمت بالا. من اینا رو میگم که اگه کسی داره به این صورت میزنه و میبینه جلوی پاش قسمت لگنش داره کشیده میشه، آیا غلطه؟ نه غلط نیستش، به خاطر اینکه این ارتفاعی که شما گرفتین باعث میشه که تنه بیشتر به چرخه بالا، هر چقدر این ارتفاع بیشتره خب کشش بیشتری هم به بدن وارد میشه، به خاطر همینه که پا داره میکشه. پس فکر نکنید اگه یه همچین کششی و پایین شکم جلوی قسمت لگن داری، فکر نکنید حرکت غلطه، نه حرکت رو کامل دارین درست انجام میدین، فقط دستتون حتما توی راستای شانه باشه، دست جلوتر نباشه، چون برای گردن باز خود این میتونه فشار زیاد اضافه کنه چون حرکت سخت‌تر میشه. بیستا که شد، نفس رو آزاد کنید، یه چند لحظه بیاین تو این حرکت، دست راست پاشنه پای چپ رو بگیریم، سر رو از بین دستا هولش بدیم بیاد بیرون بین دست و پا. پس دست راستم مچ پای چپ رو گرفته، اگه زانوهاتون هم خمه ببینید، من الان حرکت رو با زانوی خم مثلا دارم میرم، پاشنه ها فرض میکنیم نرسته بزنیم، ولی سر میچرخه. عوض کنیم لطفا سمتو، خیلی آروم برگرد. خب دوباره صندلی رو احتیاج داریم. خب ببینید میخوایم از قسمت بالای کمر تا پشت شانه ها روی صندلی باشه، یعنی باسنم تا جایی که میتونم میارم پایین، یه کوچولو حرکت قدرتی میشه. سرشانه هامو بعد مطمئن شم که کامل روی صندلی هستش، خورده بعد برم پایین تر دوباره.
از صندلی های استفاده کنین که حالا اگه پشتی هم داره پشتیش به طرفینتون باشه که بتونید روی صندلی خم شید. خب باسنم هم که پاهام هم به صورت، ببخشید میشه دوربین یه لحظه من پاهامو نشمش، یه کوچولو دوربین رو برین عقبتم، ممنونم، مرسی. ببینید پاهاتون اصلا به این حالت نباشه، پاها کامل نگاه کنیم ببینیم پاشنه پا تو راسته زانوتون باشه، از قسمت شانه ها تا انتهای کمر رو گذاشتم روی صندلی. حالا دست و پشت سرتون قلاب کنید، با کمک دست سر رو میکشم به سمت پشت، عضله های پشت گردنم پشت کتفم کشیده میشه، با کمک دست سر رو میارم بالا. ببینید من اگه بخوام حرکت رو بی دست بهتون نشون بدم اینجوری میشه، میرم پایین، میکشه گردن، میاد بالا، شانه هم یه کوچولو بلند میشه، دوباره میخوام برم پایین، میرم پایین، میام بالا، دوباره به سمت پایین. حتما توی این حرکت دست پشت سر رو نگه داره. ببینید اینم درسته که بدون دست برید، مثلا دست روی شکم باشه، اینم درسته، ولی ما چون نمیخوایم خدای نکرده بهتون آسیب وارد بشه و چون نمیبینیمتون، میخوایم حرکت رو یه موقع پرفشارش نکنیم، چون برای نگه دارنده های گردن هستش شما آسیب ببینید. ولی اگه کسی هستش که گردنش این توانایی رو داره که میتونه بدون دست سرش رو بیاره بالا، شکم بره کامل توی انقباض، بعد سر رو ببره به سمت پایین، بکشه بیاره به سمت بالا، خب بدون دست انجام بده. ولی اگه کسی هست که گردنش آسیب داره، دست خیلی کمک میکنه که این آسیب، فشار روی آسیب نیفته. ولی اونم که با دست انجام میده وقتی میاد بالا حتما توی شکمش دست بزنه، میبینه که چقدر عضله های شکمش منقبض شده. من خیلی سرمو نمیبرم عقب به خاطر اینکه این حجابی که بستم از سرم میفته، همون محدودیتی که همه جا شاید فکر کنم تو هم کلاهتو گرفتی. نه یه جوری دیگه گرفتم حجابم نیفته. خیلی آخه این یه ذره حجاب خیلی مهم. حالا بیستا کشید، لطفا به سمت پایین نگه داریم. من با یه دست گرفتم، ولی شما قطعا یا دو دست باشین یا بی دست انجام بدین. من گرفتم که این حجاب نیفته. توی خم به پایینش میخوایم یه کوچولو پاشنه پاها رو بیاریم بالا، تنه رو از قسمت پایین بیشتر هل بدیم روی صندلی، یعنی شانه از روی صندلی بلند شد بره به سمت پایین. این کشش های خم به عقب برای کسایی که، من اون روز توی برنامه پرسش و پاسخ هم گفتم، یه خانمی رو من گفتن حتما حرکت هایی که کمک کرد دیست که بره به سمت داخل، چون حالا شاید خیلیاتون ندونی من توی اتفاقی چند سال پیش دیست که گردنم زد بیرون، بعد یه مدتی خب که استراحت کردم بعد تونستم اینو درمانش کنم، یعنی کاملا از بین رفت این مشکل که داشتم. این خم به عقبا خیلی کمکم کرد. حالا اون حرکات رو من قرار شده که بذارم سری حرکت هایی که انجام دادم، ولی توی این فشار روی صندلی وقتی پا رو بیاید روی پنجه، سر رو بکشیم به سمت عقب، و البته خب شما داریم با دستم نگهش می‌دارین دیگه، یعنی محافظ حرکت، فشار بهتون نمیاره، این داره خیلی کمک میکنه به اینکه هم عضلاتون کشیده بشه، هم خیلی به برگردوندن بیرون زدگی دیسک کمک میکنه. خیلی آروم. البته این میگم تجربه بود که من داشتم. برگردیم به سمت بالا. خب حالا برای استراحت میان دست رو بذاریم روی صندلی، سر رو بگیریم به سمت جلو. تمرینایی که مربوط به آسیبای گردن، تقویت گردن، کمتر کردن درد گردن میشن، به هیچ عنوان محدود به اینا نیستن.
یعنی هر آسیبی که شما دارین رو هر قسمتی که میخواین کار کنین، دامنه حرکتی خیلی 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 وسیعی داره. امروز این میشه جلسه اولی که ما داریم روی گردن کار میکنیم، همینجوری که تا الان روی خیلی از قسمت ها کار کردیم. اینا حتما شماره بندی میشه و توی پیج من و شادی حتما حتما قرار میگیره، یعنی شما بعدا هم میتونید با اینا ورزش کنید. همینجوری که کف دستتون روی صندلیه، شانمو ببینید، میارم بالا میارم پایین، پنج شماره لطفا، به سمت بالا به سمت پایین. سعی کنید نگاهتون به یه سمت ثابت باشه، تمرکز کنید روی نقطه. خیلی آروم برگردیم توی همون وضعیت نشسته، خیلی نرم سر رو به راست نگه داریم، پشتتون گرد نباشه، سر به سمت راست، سر به سمت چپ، به سمت بالا، یک کشش خیلی خوب جلوی گلو، سر به سمت پایین. خود این فشار، همین دست رو بگیرین فشار بده چانه رو به قفسه سینه، خودش یه حرکت خیلی عالیه برای کسایی که خیلی زیاد سرشون خم هستش به سمت پایین و توی گردنشون درد دارن، یا همین که سر به سمت بالا با کمک شست نگه داریم. خیلی آروم برگردیم دیگه. تمرینامون اونقدر تمرینای سنگینی نبوده که بخوایم بیشتر از این بدنتون رو